سلام به بینندگان عزیز کانال تاپ 5 به فارسی حالتون چطوره تو این ویدیو ده ماده غذایی ضد درد که شما رو از مسکن بی نیاز میکنه رو بهتون معرفی میکنیم و خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید از اینکه دائما برای تسکین سردرد گرفتگی مهیچه یا معده درد مجبور میشید قرص مسکن مصرف کنید خسته شدید طبیعت مشکل شما را حل کرده انواع مختلفی از مواد غذایی خوشمزه در طبیعت وجود داره که میتونید به درمان یا دست کم تسکین دردهاتون کمک کنید در این ویدیو با ده ماده غذایی ضد درد که شما را از مسکن نیاز میکنه آشنا میشیم شماره یک زنجبیل زنجبیل مادی اصلی بسیاری از داروهای سنتی هستش این ریشه گیاهی تند و معطر احتمالا یکی از بهترین درمانهای خانگی برای مبارزه با حالت تهوع زیرا این داروهای گیاهی دارای خواص تسکین دهنده معده هستند ولی زنجبیل میتونه با درد نیز مبارزه کنه از جمله درد مفاصل ناشی از آرتریت و همچنین گرفتگی های دوره قاعدگی طبق نتایج یک مطالعه کپسول های حاوی عصاره زنجبیل به خوبی داروهای ضد التهابی بدون نسخه نظیر ابوبروفین رو میتونن در دوران در قاعدگی تسکین بدن شماره دو بلوبری این گوهرهای کوچک آبدار سرشار از مواد مغذی گیاهی هستند که میتونه با التهاب مبارزه کنه و درد رو تسکین بده. اگر اکنون فصل بلوبری نباشه میتونید از بلوبری یخزده استفاده کنید. میزان مواد مغذی موجود در بلوبری یخزده مساوی حتی بیشتر از بلوبری تازه است. سایر میوه‌های سرشار از آنتی و پلیفنول نظیر توت فرنگی و پرتقال هم میتونه اثر تسکین دهندگی مشابه رو به همراه داشته باشه. مورد بعدی تخمه کدو هستش تخمه کدو منبع بسیار خوبی برای منیازیوم شناخته میشه این ماده معدنی میتونه به تسکین برخی از سردردهای میگرنی کمک کنه به علاوه منیزیم ممکنه به پیشگیری و درمان پوکی و استخان نیز کمک کنه ولی علیرغم آنچه ممکن است تاکنون شنیده باشید به نظر نمیرسه این ماده معدنی بتونه گرفتگی های ماهیچه پا در طول شب متوقف کنه برای افزایش میزان منیزیم مصرفی در رژیم غذایی میتونید بادام و بادام هندی و همچنین سبزیجات برگی مثل اسفناج کلم کالی لوبیا و عدس رو در برنامه غذاییتون بگنجونید. مورد چهارم ماهی سالمون هستش. ماهی سالمون که سرشار از اسیدهای ضد التهابی چرب و امگا 3 هستن تقریبا هر آنچه رو برای یه برنامه غذایی مفید نیازه برآورده میکنن. مصرف ماهی سالمون برای سلامت قلب مفیده و می تواند درد و التهاب مفاصل ناشی از آرتریت روماتروید رو تسکین بده. سایر گونه های ماهی آبهای سرد نظیر ماهی تون ساردین و خالخالی نیز گزینه های خوبی برای این منظور به حساب میان با این وجود از مصرف ماهی تیلاپیا و گربه ماهی خودداری کنید زیرا وجود سطوح بالای اسید چرب امگا در این گونه ماهی ها ممکنه میزان التهاب رو افزایش بدن. مورد بعدی چوب است. یکی از اجزای مهم ادویه کاری که رنگ زرد و نارنجی روشن به اون میبخشه میتونه بر فرایند بسیاری از سراسر بدن تاثیر بذاره از جمله التها نتایج مطالعه بر روی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتروز که از های کورکومین استفاده میشه نشون داده بیماران بعد از استفاده از این مکمل میتونن بهتر راه برن و اثرات جانبی سایر داروها نیز در اونها مشاهده نشده فلفل سیاه میتونه به جذب بهتر زرچوبه کمک کنه از این رو بهتر این دو ادویه رو در غذاهاتون با یکدیگه ترکیب کنید یا به همراه زنجبیل و اصل یک دمنوش شفابخش تهیه کنید مورد بعدی آلبالوه طی یک مطالعه دوندگانی که هفت روز پیش از مسابقه و همچنین در روز مسابقه آب آلبالو نشیده بودند در مقایسه با گروهی که همین مقدار از آنوشیدنی آلبالو ولی غیر طبیعی رو مصرف کرده بودند به درد ماهیچه کمتری دچار شده بودند این اثر بخشی ممکنه به خاطر وجود ترکیبات آنتی و ضد التهابی در این میوه باشه مورد بعدی روغن زیتون بکره سوزش و خارشی در پشت گلوتون احساس میکنید ترکیبی به نام الوکانتلاد وجود داره که میتونه اثری مشابه وارفین در بدن داشته باشه روغن زیتون فرابک نیز حاوی ماده به نام لوبریسینه که باعث نرم شدن حرکت مفاصل و محافظت از قضروف ها در برابر سایدگی و زوال میشه این ماده میتونه به بیماران مبتلا به آرتورس کمک کنه هنگام آشپزی با روغن زیتون هیچ وقت از دمای بالا استفاده نکنید یعنی کمتر از 210 درجه سانتیگراد تا بتونید از بیشمار این روغن بهره من بشید مورد بعدی فلفل تنده کپس سایز ماده ای که باعث تندی فلفل میشه به خاطر خواص تسکین دهندگیش به طور گسترده در تولید پوماد و چسب های ضد درد بکار می به میره به تزگی نتایج برخی از پژوهش نشون داده مصرف فلفل تون نیز به جای استفاده از اون به عنوان پوماد ممکنه به کاهش پیشگیری از التهاب کمک کنه احساس سوزش ناشی از مصرف فلفل میتونه مغز رو فریب بده تا اندروفین ترشح کنه این هورمون باعث انسداد پیام های درد میشه مورد بعدی نعنا هستش روغن نعنا فلفلی گرفتگی های در ناگاز مده و همچنین نفخ رو تسکین میده این علائم جزء نشانه های بارز سندروم روده تحریک پذیر هستند دمنوش نعنا فلفلی نیز داروی موثری برای تسکین ناراحتی های معده هستش نتایج برخی پژوهش نشون داده دمنوش نعنا برزیلی که از گونه های خاصی از تیره نعنایان به نام هیپتیس کرناتا هستند به اندازه داروهای تجویزی میتونه به تسکین دردها کمک کنه و مورد آخر آب انگور قرمز هستش پژوهش‌ها ها به تازگی نشون داده ترکیبی در پوست انگور قرمز به نام رسروترول وجود داره که میتونه تورم دیسک کمر رو کاهش بده این تورم ممکنه به بروز کمر درد منجر بشه البته توصیه میشه در مصرف آب انگور قرمز زیاده روی نکنید با وجود اینکه رسروترول برای تسکین درد موثره ولی برای آگاهی از تمام جوانه به این مسئله به انجام پژوهش‌های بیشتری نیازه مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو خوشحال میشم که کامنت بذارید و تا ویدیوی بعد شب و روزتون خوش